به سلام بچه های خوب، خوشگل، تمیز، مرتب که نشستین یک آموزش خیلی خفن که میتونم بگم شاید تو یوتیوب فارسی نباشه همچین آموزشی. امروز قراره من به شما نشون بدم که چطور بتونید اکانت اسیمتون از هر ریجنی که هست به ریجن ترکیه که قیمتا فوق‌العاده ارزون هست تغییر بدیم و خب با من توی آموزش همراه باشید که قدم به قدم قراره بهتون توضیح بدم که چیکار کنید. در ادامه برمیگردیم با آموزش تغییر ریجن استیم به ترکیه. بسیار خوب دوستان، مجدد خوش اومدید به ادامه این ویدیو. اول از همه شما وارد اکانت استیمتون میشین. وقتی وارد اکانت استیمتون شدین، دوم چک میکنین آی پی تون حتما روی ترکیه فعال شده باشه به کمک وی پی ان ویندسکراب. ویندسکراب یه وی پی ان فریه که من اینجا دارم به شما نشون میدم، لینکش سایتش اینه. میتونین برین اکانت بسازین و برای ساخت اکانت و وارد شدن به این برنامه هم یه وی پی ان لازم. پس این از آی پی. مرحله بعدی اینه که شما بگردین دنبال یک بازی که 3 لیر باشه. من اینجا یک بازی پیدا کردم که قیمتش 2.4 تله که مناسب برای کار ما هست. اسم بازی رم کینگدام نیو لندز که میتونین شما هم همین انتخاب کنین و باش تغییر ریجنتون انجام بدید. خب 2.4 تله اینجا انتخاب شد. مرحله بعدی اینه که بریم ویزا کارت 3 تله‌ای بخریم. 3 تله‌ای رو میتونید از سایت پلاتی خریدش انجام بدین که باز من لینکش براتون میذارم. این سایت به کمک درگاه وبمانی میتونید خریدتون رو انجام بدید. درگاه وبمانی یک کیف پولیه که شما میتونید بریم بسازیم و با ایران هم مشکلی نداره. میتونید از طریق صرافی اونو شارژ کنین و بیان خریدتون رو اینجا انجام بدین. حالا چطوری وبمانی بسازیم و چطوری از صرافی کیف پول و وبمانیمون رو شارژ کنیم بحثش مفصله که در این ویدیو نمیگنجه. خب من قبلا رفتم مقدار 2.5 دلار کیف پولمو شارژ کردم و الان میخوام این خرید رو انجام بدم. بعد تو چارت رو میزنم. خب اینجا درگاه وبمانی رو انتخاب میکنیم، میریم مرحله بعدی، میزنیم و خریدمون رو انجام میدیم. برمیگردیم تو صفحه اصلی. خب این مشخصات ویزا کارتیه که به ما داد. میگریم داخل سایت استیم و خرید رو انجام میدیم. پروشر فور مایسل. خب اینجا ما از ما مشخصات ویزا اون رو میخواره. ویزا اون رو کپی میکنیم. برای آدرس توی اینجا که خیلی مهمه حتما آدرس صحیح وارد کرده باشیم، میریم سریع تو گوگل مپ. بعدی که رفتیم تو گوگل مپ وارد استانبول میشه. اول قبلش بهتره چک کنیم ببینیم مثلا این الان مثلا آتاتورک استانبول. حالا برای این کار من الان میرم داخل استانبول و مثل آموزش قبلی سری میگریم دنبال یک رستورانی جایی که بشه آدرس رو برداشت. شهر رو میزنیم استانبول، کد پستی، آدرس و آدرس دوم و یک شماره تلفن هم لازم داره. خب ببینید این الان مثلا من رو این دادم این آدرس اومد. آدرس رو کپی میگیرم ازش اینجا این قسمت. اینجا کپی میکنیم. بعد کد پستیش هم که همین کد عدده هست اینجا میزنیم. بعد اینکه شماره تلفنش رو لازم داریم که این اینجا کپی میکنیم. اینم چی؟ شماره تلفنش. و کانتینیو رو میزنیم. به همین راحتی ما الان تاییدیه رو میزنیم. خرید ما انجام شد. و برای اینکه ما بدونیم که ریجنمون تغییر کرد یا نه، برمیگردیم داخل حسابمون، همون اکانت اصلیمون. خب اینجا داریم میبینیم که واحد پول ما به لیر تغییر پیدا کرد. خیلی خب دوستان، امیدوارم از این آموزش نهایت استفاده رو برده باشید. تو آموزش بعدی و ترفند دیگه مواظب خودتون خیلی باشین. کانال من امید پرایم رو هم که تا اینجا ویدیو رو دیدین حتما سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک کنید و اینکه کامنتاتون رو بذارید و نظراتتون و سوالی اگر دارین رو اونجا به من بگید که من همه رو بررسی خواهم کرد و رسیدگی میکنم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.